سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. قیمت دلار از 29 هزار تومان گذشت. افزایش قیمتی که گفته می شود به اظهارات رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد بی نتیجه ماندن مذاکرات و رایزنی ها با ایران ربط داشته است. فاصله قیمتی بازار آزاد ارز و صرافی ملی باعث شده است که شهروندان برای خرید سهمیه دلاری سالانهشان صف بکشند. بر اساس قوانین ایران، هر شهروند در هر سال می تواند تا سقف 2200 دلار از صرافی ملی ارز بخرد. در خبری دیگر، نرخ تسعیر یا بهای ریالی دلار در بودجه 1401 20 هزار تومان تعیین شده است. دولت پیش از این رقم 23 هزار تومان را به عنوان تسعیر دلار در بودجه سال آینده پیشنهاد داده بود. در ایران برخی کارشناسان اقتصادی میگویند دخالت‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی در افزایش قیمت دلار مؤثر بوده است. صف بستن مردم برای خرید دلار از صرافی ملی نیز به گواه تحلیل‌ها باعث کاهش ذخایر ارزی شده و آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. اما چرا دلار در یک روز 700 تومان افزایش بها نشان داد؟ تا 8 آذر که قرار است مذاکرات وین از سر گرفته شود، روند قیمتی دلار چگونه خواهد بود؟ دلار 20 هزار تومانی در بودجه سال 1401 بر اقتصاد کشور و معیشت مردم چه تأثیری خواهد گذاشت؟ در دیدگاه این پرسش‌ها را با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از ایران، در میان می‌گذاریم. آقای غیبی، افزایش قیمت دلار در این روزها قابل پیش بینی بود یا حرفای مدیر کل آژانس باعث این رشد قیمت شده؟ افزایش نرخ دلار طی روزهای گذشته به طور کلی بیشتر از اینکه تابعی از شرایط و وضعیت اقتصادی کشور باشه، تحت تاثیر در پیش بودن مذاکرات و همچنین سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران هست و مخصوصا بعد از مصاحبه ناامیدکننده‌ای که داشتن، یک مقدار افزایش قیمت شتاب بیشتری به خودش گره و پیش بینی میشه تا روز مذاکرات این روند به همین شکل باقی بمونه. و به طور کلی اگر بخوایم بازار ارز رو در یک ماه اخیر نگاه کنیم، دلیل منطقی و اقتصادی برای افزایشش پیدا نمی کنیم و تمام نوسانات متأثر از رفتارهای سیاسی و اظهار نظرهای طرفین درگیر برجام بوده. تا 8 آذر که موعد اثرگیری مذاکراته، فکر میکنید چه روزهایی پیش رو خواهیم داشت؟ آقای غیبی، شما چه پیش بینی از روند قیمت دلار و ارز تا اون روز دارید؟ تا 8 آذر چندان فاصله ای نداریم و ما در آخر هفته ایران هم قرار داریم، یعنی به طور کلی اون روزهایی که میتواند قیمت ها نوسان شدید بکنه یا افزایش تاثیرگذاری رو ما شاهد باشیم از دست رفته و باید منتظر آغاز مذاکرات باشیم. در آغاز مذاکرات هم پیش بینی ها اینه که خب چون شروع جدیدی هست در دولت جدید برای مذاکرات، یک مقدار سختی ها و دشواری های خودش رو داره و چشم انداز مثبتی حداقل در گام نخست برای مذاکرات متصور نیستن کارشناسان و تحلیلگران سیاسی. بنابر این میتونیم بگیم تا 8 آذر که هیچ، ولی بعد از 8 آذر هم این روند افزایشی مسیر خودش رو طی خواهد کرد و به زودی دلار از مرز 30,000 تومان گذشته و به پیش بینی خود شخص من این هست که تا 33 هزار تومان در کوتاه مدت برسه، اون هم تماما متأثر از صحبت هایی که از دل این جلسه 8 آذر و بعد از اون بیرون میاد و بازار واکنش بهش نشون میده. اختلاف قیمتی صرافی ملی و ارز آزاد مردم رو به خرید سهمیه سالانه دلاری ترغیب کرده. در این باره 2 سوال ازتون دارم. اول اینکه میزان خرید و فروش این گونه دلار چه اندازه قابل اعتناست و دیگه اینکه این بازار بر ذخایر ارزی ایران و تورم چه تأثیری میگذاره؟ سوال اول یک مقدار شاید بشه گفت شاخ و برگ بیشتری داره نسبت به قسمت دومش، و اونم اینه که خب چه بخشی از جامعه دنبال گرفتن دلار سهمیه خودشون هستن. اونهایی که دنبال این کسب درآمد از اختلاف قیمت هستن، افرادی هستن که خب مشکلات اقتصادی بهشون فشار آورده و دنبال این هستن که این اختلاف رو کسب بکنن. یک چیزی حدود 5 میلیون تومان در حال حاضر میشود و خب بیشتر از حقوق ماهیانه یک کارگر و دریافتی ماهانش هست، میتونه یک مقدار در بود معیشت کمکش بکنه. بخشی از مردم هم خب پول اولیه خرید اون سهمیه خود
خودشون رو ندارن، کارت ملیشون رو اجاره میدن، تمام اینها به کنار، در حال حاضر این علاقه‌ای که مردم نشان میدهن برای کسب درآمد از این حوزه و روند رو به رشد قیمت و شرایطی رو برای دولت فراهم کرده که نر دلار رو به نزدیک به 28 دلار ملی، دلاری که در صرافی ملی عرضه میشود، رو به نزدیک 28,000 تومان داره به فروش میرسونه. یادمون نره دلار در بودجه سال 1400 17,000 تومان است، در حال حاضر 11,000 تومان بیشتر از قیمت مصوب داره میفروشه و درآمدهایی رو از این که از این طریق کسب میکنه میتونه بخشی از کسری بودجهش رو باهاش جبران بکنه. در بعد منابع ارزی، مسلما منابع ارزی کشور پس از پشت سر گذاشتن تحریم هایی که طی 2-3 سال اخیر وجود داشته، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت و مشتقات نفتی و سایر حوزه ها، خودش درآمدهای ارزی ما رو محدود کرده و منابع ارزی محدودی داریم و این روش رو دولت قاعدتا نمیتواند ادامه بدهد و تمام نگاه ها به مذاکرات هست که ببینیم خروجی این جلسات چه خواهد بود. آیا دولت میتواند یک امتیازهایی رو از طرفین بگیره که بتونه یک مقدار نفت رو با فراغ بال بیشتری در بازار بفروشه، در دلارهای حاصل از فروش نفت رو به راحتی منتقل بکنه و به چرخ اقتصاد وارد کنه؟ آخه نکته نهایی این که در صورت تداوم این روند، شرایط فعلی از نظر سیاسی و نظر اقتصادی داخلی، درآمدهای ارزی کشور به اندازه‌ای نیست که پاسخگوی هزینه‌های جاری برای واردات کالاهای اساسی یا سایر بخش‌های کشور باشه و قاعدتاً در ماه‌های ابتدایی سال آینده دولت با مشکلات بسیار بزرگی در حوزه ارز مواجه خواهد بود. بر اساس صحبتاتون آقای غیبی، کاهش 3000 تومانی قیمت دلار از 23000 تومان به 20000 تومان در بودجه سال آینده چه دلایلی داشته؟ آیا این رو میشه به عقب نشینی دولت تعبیر کرد؟ یک مقدار بحث عقب نشینی درش مستتر هست. شما توجه داشته باشید دولت اگر اعلام قبلی خودش که 23 هزار تومان بود رو برای بودجه سال آینده در نظر میگرفت، به همان نسبتی که نرخ رسمی ارز در بودجه افزایش پیدا میکرد، دلار در بازار آزاد هم افزایش پیدا میکرد و چون تجربه نشان داده دلار نیمایی با دلار بودجه و دلاری که در بازار آزاد خرید و فروش میشه، این سه نرخ فاصله های معنادار و مشخصی از یکدیگر رو دارن، بنابر این انتظار میرفت که متوسط قیمت دلار با بودجه 23 هزار تومانی در بحث ارز، متوسط قیمت بازار آزاد بالای 30 هزار تومان باشد و این نگرانی هایی رو به وجود می آورد. بنابر این دولت یک مقدار این رو تعدیل کرده و چشم به روزهای پیش رو دوخته، به مذاکرات برجام، به افزایش قیمت نفت، به گشایش هایی که احتمالاً در حوزه های سیاسی و اقتصادی براش به وجود میاد تا بتواند مشکلات اقتصادی و ارزی خودش رو حل بکنه. افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده چه پیامی به فعالان اقتصادی و مردم میده آقای غیبی؟ آیا باید منتظر ارز ترک نرخی در اقتصاد باشیم یا تحولات دیگری در انتظار بازار و اقتصاده؟ همین نکته ارز تک نرخی که در سوال بهش اشاره کردید، در اقتصاد ایران تحققش بسیار دشوار هست. اقتصاد ایران در شرایط عادی به سر نبرده نمیبرد و با وجود چنین اندیشه‌ای در رأس مدیریت اقتصادی، این روند رو به خودش نخواهد دید که بتوانیم به یک نرخ تک نرخی برسیم که حاصل از روند سالم اقتصاد و عرضه و تقاضاست. بنابراین ما هرچند دولت هدفش هم تک نرخی بوده باشد، این اتفاق نخواهد افتاد. ولی برای فعالان اقتصادی، تمام آنهایی که انتظار داشتن با گشایش هایی که پس از توافق احتمالی برجام ایجاد میشود، دلار نرخ‌های پایین‌تری رو به خودش بینه و حتی به محدوده زیر 20000 تومان سقوط بکنه که بتوانن اتفاقاتی رو در حوزه کلان و سرمایه‌گذاری خوشون انجام بدن، امروز این پیامو دریافت میکنن که دلار در سال آینده قیمتش پایین نخواهد آمد و باید برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خودشون رو بر مبنای دلار بالای 25000 تومانی برای خودشون ببندن. بنابراین میشه گفت که دلار 20000 تومانی در بودجه سال آینده که میشود سال 401 به نوعی آب پاکی رو هم روی دست فعالای اقتصادی ریخته و چشم اونها رو از قیمت‌های پایین‌تر به طور کامل دور کرده و بسته.
آقای غیبی، با توجه به اتفاقات جاری در حوزه اقتصاد و سیاست که شما به بسیاری از اونها اشاره کردید و همزمان تبعات ارز 20 هزار تومانی در بودجه سال آینده، شما چه تصویری از زندگی و معیشت مردم در سال 1401 ترسیم میکنید؟ در بخش ابتدایی صحبتام به این نکته اشاره کردم که شرایط اقتصادی در حال حاضر تحت تأثیر تصمیم گیری های سیاسی هست و نه تابعی از فعل و انفعالات اقتصادی. بنابراین همه نگاه ها برای تصویرسازی از اقتصاد مردم، اقتصاد کشور و به جریان افتادن چرخ اقتصاد معطوف شده به اتفاقاتی که در مذاکرات پیشرو رخ میدهد. اگر صحبت هایی که در مذاکرات پیش میاد مثبت باشه و خبرهای مثبت از این مذاکرات به گوش برسه، ما باید منتظر کاهش تدریجی روند روبروش تورم باشیم. یک مقدار گشایش های ایجاد می شود، اتفاق خاصی در حوزه معیشت مردم رخ نمی دهد، ولی از این بدتر نمی شود یا حداقل روند بدتر شدنش کند می شود. ولی اگر خبرهایی که از مذاکرات به گوش می رسه مثبت نباشد، می تونه تأثیر بسیار زیادی در شتاب گرفتن قیمت دلار در گام نخست و متأثر از اون در بحث تورم، در بحث خروج سرمایه ها و سرمایه گذاران داخلی از کشور و مهاجرت و در بسیاری از موارد بشه. بنابراین ما برای پاسخ درست به این سوال باید منتظر بمانیم ببینیم بعد از 8 آذر چه روی کردی در صحبت های طرفین قابل مشاهده است. بسیار سپاسگزارم از شما. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران، ایران. ممنون که در این برنامه دیدگاه همراه ما بودید.